سلام، من محمدم. توی این ویدیو میخوام در مورد کورد صحبت کنم که یکی از الگوریتمایی که DHT رو پیاده کرده. DHT مثل یه دیتابیسی میمونه که توی یک شبکه پخشه. اگه با مفاهیم شاردینگ توی دیتابیس آشنا باشید، DHT هم مثل همونه. مثل این میمونه که شما یه هش تیبلی داری، ولی این هش تیبل فقط دست شما نیست، تمامش دست شما نیست، یه بخشش دست نودهای دیگه است، یه بخشش دست یه سری نودهای دیگه است، اینجوری پخش شده. کورد ماده یه کی ولیو استوری درست کرده، یعنی بر اساس DHT یه کی ولیو استوریه که شما توی شبکه‌های دیستریبیوتد میتونید ازش استفاده کنید. قبل اینکه ادامه بدم، بحث کانسیستنت هشینگ رو توی ویدئوی قبلی توضیح دادم که خیلی توی کورد مهمه. یعنی اصلا خود کورد یه کانسیستنت هشینگ دیستریبیوتده. پس بهتر اول اون ویدئو رو اگه ندیدید ببینید، یه ذره با کانسیستنت هشینگ آشنا بشید، بعد ادامه این ویدئو رو ببینید. من یه لیستی، یه نوتی آماده کردم که از روی اون برم جلو که زمان زیاد تلف نشه. بحث کامپلکسیتی توی شبکه‌های دیستریبیوتد، ببینید، ما وقتی که یه وب یا یه سایت رو باز میکنیم همه چی خیلی ساده است. یه TCP کانکشن، یا IP پورت، کلاینت کانکشن میزنه به اون IP پورت، دیتا رو میفرسته و دیتا رو میگیره، تمام میشه میره. ولی توی دیستریبیوتد نتورک این قضیه به همین سادگی نیست. شما یه دیتابیس پخش دارید، یه چیزیه که معلوم نیست هر تیکش دست کیه، یعنی قرار معلوم باشه، ولی به صورت دیفالت اگه اینجوری در نظر بگیرید که شما نمیدونید کدوم قسمت از دیتابیس دست کدوم نوده، توی کدوم نوده و اون نود اصلا کجاست، و این مباحث باعث میشه که شبکه‌های توزیع شده خیلی پیچیده تر از چیزی که نشون میدن به نظر بیان خیلی پیچیده تر باشن. حالا کورد یکی از الگوریتمایی که میاد بحث روتینگ رو پیاده سازی میکنه، میاد بحث لوکاپ رو پیاده سازی میکنه که چجوری شما استور کنی، چجوری ولیو رو بگیری، از کی بگیری، چجوری اون نود رو پیدا کنی و این داستانا. من توضیح میدم در مورد، ولی نمیخوام از روی ویکی‌پدیا برم جلو. یه PDFی رو پیدا کردم که بتونیم از روی اون ادامه بدیم. این توی این PDF اومده توضیحات کورد رو نوشته و اینکه اصلا به چه دردی میخوره، قابلیتاش چیه، مثل لود بالانسینگ که باز برمیگرده به همون کانسیستنت هشینگ، دیسنترالیزیشن که الان درست پرانس کردم یا نه، دیسنترالیزیشن، بحث اینه که اصلا سرور مرکزی وجود نداره، که خب این یه مقدار حالا توضیح میدم، توی بوت استرپینگ توضیح میدم که یه سرور مرکزی باید وجود داشته باشه، سکیلیبیلیتی که خب این نشون میده که چقدر هر چقدر نود اضافه میشه به شبکه، کورد همچنان پرفورمنس خودش رو باید حفظ کنه و این کارم میکنه. availability هم که خب به اضافه شدن و حذف شدن نوت ها باید flexible باشه که هست. این naming هم که مربوط میشه به key value story که توی کورد میتونید ازش استفاده کنید که flexible، یعنی میتونید هر جوری که میخواید اون کی ها رو استفاده کنید، name، اسم گذاری کنید. اینجا هم یه سری best practices نوشته که چه جاهایی باید ازش استفاده کنیم. این دایره هم که میبینید باز همون constant hashingه، منتها خب به صورت distributed، یعنی شما فرض کنید توی این هش تیبل بزرگ ما 1 میلیون تا نود وجود داره و این 1 میلیون تا نود، ما به ازای هر نودی مثل N1 یه هشی داریم.
و خب اگه 1 میلیون تا نود داشته باشیم، این هش تیبل ما 1 میلیون تا رکورد داره. حجم این خیلی زیاد میشه، حالا میتونه هر ولیوی رو هم داشته باشه و ما نمیتونیم اون 1 میلیون تا رکورد رو توی تمام نوت ها کپی کنیم، پس مجبوریم که پخشش کنیم. برای اینکه این اتفاق بیفته، اولین چیزی که توی مبحث کورد وجود داره بحث نود بعدی و نود قبلیه. ساکسسور میشه نود بعدی در جهت اقربای ساعت و پردیسسور میشه نود قبلی در خلاف جهت اقربای ساعت. یعنی ساکسسور N1 میشه N8 و پردیسسورش میشه N56. برای بقیه نود هم همینطور، یعنی N32 پردیسسورش میشه N21، ساکسسورش میشه N38. از این کی هایی که اینجا میبینید، مثلا کی 10 میره به نود 14. این توی بحث کانستنت هشینگه، یعنی هر چیزی که از N8 از کلید نود 8 بزرگتر باشه میره به نود بعدی، هر چیزی از N14 بزرگتر باشه میره به نود 21. مثلا اینجا K24 از نود 21 بزرگتره میره به N32. خود من از روی اون نوت خودم پیش برم. خب ساکسسور پردیسسور رو گفتم، بحث بوت استرپینگه. اولین چیزی که باید توی یه شبکه دیستریبیوتد اتفاق بیفته اینه که شما به عنوان کسی که اولین بار میخواید وارد این نتورک بشید، چجوری آی پی اولین نود رو پیدا کنید. ما نمیدونیم چه آدمایی و چه کامپیوترهایی به اون شبکه وصلن، برای همین بحث بوت استرپینگ پیش میاد که اولین اطلاعات لازم برای اینکه یه نود جوین بشه به شبکه رو چجوری بگیریم. ببین اپلیکیشن های مختلف روش های مختلفی استفاده کردن، مثلا تور یه جوری، بیت کوین یه جوری، نمیتونم تورنت یه جوری، کورد اصلا بحثش بحث بوت استرپینگ نیست، ولی معمولا یعنی یه روش کاملا دیسنترالایزد وجود نداره. توی تور شما بریج دارید یا DNS دارید، توی نمیتونم توی بیت کوین شما DNS دارید، استاتیک آی پی دارید، که من مقاله بیت کوین رو میخوندم، حتی یه سری آی پی آدرس به صورت هارد کد توی کد بیت کوین وجود داره که کلاینت که میخواد وصل بشه به این شبکه، نهایتا اگه DNS فیل بشه یا هر اتفاقی بیفته از اون آی پی استاتیک ها استفاده میکنه. توی بیت تورنت هم همینطور، باز بحثه یا DNS یا تراکر. نهایتا این نود باید یه نودی رو، یه آی پی آدرس رو بشناسه که بتونه به شبکه وصل بشه. حالا برای اینکه ساده تر بشه، شما فرض کنید که بوت استرپ نود ما، بوت استرپینگ ما توسط یکی از همین نودها انجام میشه. یعنی مثلا هر نودی میخواد وصل بشه به N شماره 1 اول وصل میشه، فرض کنیم آی پی آدرس شو داره، بعد ازش میپرسه، یه سری اطلاعات میپرسه و بعد وارد شبکه میشه. حالا کم کم میریم جلوتر متوجه میشید که چه جور اطلاعاتی رو از بوت استرپ نود میگیره و چه جوری وصل میشه به شبکه. بحث جوینش، این اولین اتفاقی که میفته، فرض کنید نود شماره 8 میخواد جوین بشه به شبکه. بذارید توی سکچ بکشم. ببین باز همون قضیه هش تیبله که نمیخوام اینجا دوباره تکرارش کنم. این همون هش تیبل دیستریبیوتد ماست. فرض کنیم ما اینجا یه نودی داریم و یه نودی هم اینجا داریم، یه نود هم اینجاها داریم. چه نودای بیریختی شدن. بله، بذاریم bootstrap نود.
خب این بود دسترب نود، این هم بذاریم نود یک. من دیگه میام هش کنم، بذارید اینجوری بنویسم نود ده مثلا. فرض کنیم این هشه، این نوده، حالا بعد میگم چرا. نود بیست مثلا مثاله، این نود جدیدی که میخواد وصل بشه به شبکه جا به جا هم نمیشه که. این نود جدیدی که میخواد وصل بشه به شبکه، اولین کاری که میکنه کانکت میشه به بوتستراپ نود و هش خودش رو اول تولید میکنه. هش قبل از اینکه کانکت بشه، من هش این هم بزنم، فرض کنید این هش آی پی آدرس و پورتش از طریق اون هش فانکشن که توی کانستن هش توضیح دادم، مثلا یه چیزی میشه مثل این N15. بوتستراپ نود ساکسسور خودش میشناسه، پریدسسور خودش هم میشناسه. این نود وقتی میخواد وصل بشه به شبکه، N15 رو میده به بوتستراپ نود، میگه که آقا من هشم مثلا N15. این بوتستراپ نود توی شبکه میگرده و اون نودی که ریسپانسیبل این هشه رو پیدا میکنه، که اینجا باز طبق همون کانستن هشینگ چون بزرگتر از دهه، نود بعدیش میشه 20، N15 کوچیکتر و مساوی N20، یعنی میشه نود 20. پس در جواب بوتستراپ نود ما نود 20 رو میگیریم، اینجوری میزنمش. بعد از اینکه اینو گرفت، N15 گفتم ساکسسور و پردیسسور داره هر نودی توی شبکه، ساکسسور خودشو میذاره N20. ساکسسور چقدرم بیریق شد، کپی کنیم ساکسسور N15 میشه N20. اینو بلند اوکی. درسته، بعد از اینکه جواب از بوتستراپ نود کرد، وقتی این اتفاق میفته یه پروتکلی داره توی کورد به اسم نوتیفای، که تو وقتی ساکسسور خودتو تغییر میدی، ساکسسور تو آپدیت میکنی، به اون نودی که آپدیت شد، به اون نودی که شده ساکسسور تو باید نوتیفای بدی. این میاد یه ریکوست رو میفرسته به نود 20، چه فلشی شد، به اسم نوتیفای. بازم کپی کنم، من باید یه نرم افزار دیگه برای این پیدا کنم. نوتیفای این هم بنویسم اینجا که کاملا مشخص باشه. ساکسسور N20 چیه الان؟ بوتستراپ نوده. و پریدیسسورش چیه؟ بزرگ نکن، پردیسسور من با پرید نشون میدم، پردیسسورش N10. خب وقتی نود جدید به N20 نوتیفای میکنه که من ساکسسورم شده N20، اون میاد چک میکنه کدوم هشیه که داره کال میکنه این نوتیفای رو. مثلا اینجا N15، میاد چک میکنه، میگه که آیا از پردیسسور من بزرگتره و از خود من کوچکتره. یعنی چی؟ یعنی آیا نود 15 بین من و پردیسسورم قرار میگیره؟ اگه این جوابش ترو بود، میاد پردیسسورش رو تغییر میده به ادیت کن اوکی. پردیسسور تو محل دوم بذار اینجوری بنویسم که بهتر باشه. تو مرحله دوم، یعنی بعد از نوتیفای شدن و اون شرطی که گفتم اگه اوکی بود، نود 20 پردیسسورش تغییر میده به N15، یعنی N15 میشه و اینجا نود ما میاد قرار میگیره توی این مرحله. اینم کپی کنم،
n 15 سکسسورمون. اوکی پریسسور این الان تاخیر کرد، اینو نمیشه خط بذاریم روش. اوکی حالا بعدش چه اتفاق، چه اتفاقی اینجا بلای سر n10 میاد؟ n10 سکسسورش چیه؟ سکسسورش در حال حاضر n20 پریدیسسورش هم که بوتسترابه، این هم پریدیسسور هنوز نداره. یه مبحث دیگه توی توی کورت هست که بحث استابلایزه. استابلایز میاد در واقع این بحث ساکسسور رو چک میکنه، همیشه میاد هر چند ثانیه یک بار، حالا اون تایمینگش بستگی به تنظیم اون اپلیکیشن داره، میاد هر چند ثانیه یک بار یه ریکوست میزنه به ساکسسور خودش. در واقع اینجا n20 در واقع n10 میاد یه ریکوست میزنه به n20. حالا این ریکوست میتونه با TCP باشه، میتونه با UDP باشه، میتونه با با RPC باشه، هر چیزی. یه ریکوست میزنه به n20 و پردیسسور n20 رو میگیره. هر چند ثانیه یک بار این کار میکنه. وقتی میبینه پردیسسور، چقدر سخت این پردیسسور وقتی میبینه پری n20 نود 20 تغییر کرده شده n15، میاد دوباره یه شرطی رو چک میکنه، میگه آیا n15 از n20 کوچکتر از من بزرگتره؟ پس اگه این شرط برقرار باشه n10 میاد ساکسسورش رو آپدیت میکنه. بعد از این اتفاق ساکسسور این میشه n15. اوکی در جوابم حالا دو طرف هست دیگه، جوابش هم گرفته. حالا ساکسسور N10 الان شده N15، دوباره مثل همون پروتکل قبلی که نوتیفای داشتیم. اینجا وقتی من ساکسسورم توی N10 تغییر میدم، این باید نوتیفای کنه ساکسسور خودشو که الان N15. وقتی این کار انجام میده من نوتیفایم بنویسم قاطی نشه، یه شماره گذاری هم میکنم که مشخص باشه کدوم مرحله اول انجام شد. وقتی این کار میکنه، حالا N15 تو مرحله نوتیفای میاد چک میکنه، میگه که آقا من پریدیسسور دارم، میبینه که اصلا کلن پریدیسسورش سیت نشده. در نتیجه به محض اینکه نوتیفای رو میگیره پریدیسسورش رو آپدیت میکنه. در نتیجه اینجا ما خواهیم داشت پیچیده شد اینجا پریدیسسور نود 15 همون میشه N10. اوکی شماره رو با این بذارم بهتر. یک دو سه مرحله سه اینجا، اینجا یکه، اینجا دوه، اینجا سه، بعد کجا بود؟ اینجا بود اینه ده، اینجا هم محله پنج. حالا که هم زیادشو جدی نگرید، این اتفاق که میفته N10 الان ساکسسور شد N15، بعد N15 پریدیسسور گرفت، ساکسسور شد N20، N20 هم N10 بود پریدیسسورش که بعد با نوتیفای این بنده خدا پریدیسسورش آپدیت شد شد N15. الان این سه تا نود یه جای درستی قرار گرفتن، منتها این همچنان پریدیسسورش الان بوتستراپ نود. خب اون هم درسته دیگه، اون از اول بوتستراپ نود بود.
اوکی حالا شما فرض کنید اینجا میلیون ها نود وجود داره، هزاران نود وجود داره. خب هر نود جدید که بخواد بیاد وارد این شبکه بشه، همین پروسه تکرار میشه و این بحث نوتیفای به صورت دوره‌ای تکرار میشه. دوره‌ای منظورم زمانیه، حالا اسکیجول میکنه هر 5 ثانیه، هر 4 ثانیه، بستگی به اپلیکیشنی داره که از این کورد استفاده میکنه. توی لفت، یعنی لفت دادن یک نود از توی شبکه هم یه سری اتفاقات دیگه ای میفته. مثلا فرض کنیم که من بخوام یه نود اینجا بکشم، یه کوچولو آپدیت کنم که اینجا خلوت تره، بتونیم اینجا ادامه بدیم. حالا من اینو آپدیت میکنم، فرض کنیم ساکسسور ما NSCه، درسته؟ بقیه سر جاش درستن، این هم کاری نداریم. این پردیسسورش N20، ساکسسورش بوتستراپ نوده، اسم خودش هم NSCه. حالا فرض کنید همچین نودی وجود داره، ساکسسورش هم هست، همه چی سر جاشه. این نود لفت میده، وقتی لفت میده از شبکه خارج میشه یا فیل میشه، هر اتفاقی هم بلای سرش میاد. وقتی این اتفاق میفته چجوری N20 همچنان یعنی بتونه نود بعدی رو پیدا بکنه؟ این یه مبحثیه که وارد بحث ساکسسور لیست میشیم توی کور، که هر نودی در واقع ساکسسور لیست نود بعدی رو همراه خودش داره. ساکسسور لیست چیه؟ مثلا بذاریم از روی PDF یه شماره ایه، یه آر نامبریه که به شما میگه، بذاریم من پیداش میکنم. حالا خیلی مهم نیست، همین آر نامبره به شما میگه که تعداد ساکسسور لیست تو هر نوع چند تا باید باشه، که حالا لاگ ان و اون کاری نداریم با این، ولی فرض کنیم نود سی به تعداد آر کوچولو ترش میکنیم، آر ما فرض کنید 2ه، به تعداد R توی خودش یه لیستی داره، یه هش تیبلی داره، یه آرایه ای داره، هر چیزی. تعداد ساکسسورهای بعد از خودشه. چجوری اینو به دست میاره؟ ببینی بوتستراپ نود ساکسسور بعدیشو داره، درسته؟ مثلا N10 N10 ساکسسور بعدیشو داره، N500 ساکسسور، همینجوری نودها پشت سر هم ساکسسور هم به صورت زنجیری یا حلقه به هم وصلن. این تعداد نشون میده که آقا این هر نودی چه تعداد از ساکسسورها رو باید بشناسه. یه نودم حالا نمیکشم جا، مثلا NC آرشون 2ه، باید BN رو داشته باشه توی لیستش و N10 رو داشته باشه. اوکی N20 هم نود بعدی و نود بعدش، یعنی NC رو داشته باشه و BN رو، N15 بعد N20 رو داشته باشه و NCO به تعداد R. حالا اگه NC از اینجا لفت بوده، از شبکه خارج بشه، نود 20 با همون پروتکل استابلایزری که داره چک میکنه بین نود بعدی، یعنی NC همچنان فعاله یا نه. اگه فعال نباشه، از ساکسسور لیست خودش نود بعدیش رو انتخاب میکنه، یعنی BN رو انتخاب میکنه و این خارج میشه، هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. این فقط BN رو ساکسسور خودش آپدیت میکنه، به محض اینکه آپدیت میکنه طبق همون پروتکل نوتیفای، یه نوتیفای برای بوتستراپ N میفرسته و بوتستراپ ان هم چک میکنه که پریدیسسورش از شبکه خارج شده، در نتیجه اینو جایگزین N20 میکنه.
این بحث جوین شدن و فیل شدن، جوین شدن یا لیو کردن، حالا لیو یه نود از شبکه. بعد از این قضایا میرسیم به اینجا هم همچین توضیحی داده، البته این با کلیدایی که هر نود ریسپانسیبلن توضیح داده، ولی خب من به اونجا هنوز نرسیدم. بعد از این قضیه میرسیم به لوکاپ، این که اوکی ما یه سری نود داریم دور هم جمعن که چی به چه دردمون میخوره. این تو بحث لوکاپ به صورت خطی اگه پیش بریم، ببین نود بعد نود بعدیش رو میشناسه، نود بعد نود بعدی رو از طریق هم ساکسسور لیست، ساکسسور و ساکسسور لیست، همینجوری نودهای بعدی رو میشناسه. خب اوکی من میدونم که مثلا نود 51، یا اینجوری بگم نود 56 برای هش 54 ریسپانسیبله، درسته؟ همون کانسیستنت هشینگ که قبلا صحبتش کردیم. مثلا توی مثال ما بین هش هایی که از بی ان هن، بی ان حالا یه هشی از بی ان شروع میشن تا ان 10، ریسپانسیبلش ان 10. هش هایی که از N10 شروع میشه تا N15 مساوی N15، ریسپانسیبلش N15. هش هایی که از اینجا شروع میشن تا N20 N20 و همینطور ادامه پیدا میکنه. حالا به خاطر همینه که توی این مثلا میگه لوکاپ کلید 54. حالا این در نظر گرفته که این عدد ها در واقع یه هش هم. حالا این N8 میخواد این کلید رو ولیوش رو پیدا کنه. به صورت دیفالت این پایین رو نگاه نکنید. به صورت دیفالت اینه که ساکسسورش رو ببینه، بده به اون یکی، بعد همجوری دست به دست بشه برسه به نود 56. یعنی نود 51 در واقع میبینه که اوکی کلید 54 ریسپانسیبلش نود 56ه و اینو برمیگرده به نود 8، میگه آقا نود 56. بعد این کانکت میشه، یعنی هش کانکت میشه مستقیما به نود 56 و ولیو رو میگیره. ولی این خب اوردرش مشخص، اوردر n و خیلی افتضاح، خب بعد اپتیمایز بشه که کورد همین کار میکنه، میاد اینو اپتیمایزش میکنه و اوردرش میرسونه به لاگ n. با چی؟ با فینگر تیبل. فینگر تیبل چیه؟ فینگر تیبل توی هر نودی هش تیبلیه. حالا اینکه چه تعداد رکورد وجود داشته باشه، حالا توی این پی دی اف گفته که باید مثلا به تعداد لاگ ان رکورد وجود داشته باشه. مثلا اگه 1000 تا نود داشته باشیم، فکر می‌کنم باید بشه 3 تا، درسته؟ 3 تا رکورد. آره دیگه، لاگ 1000 میشه 3. 3 تا رکورد داشته باشیم. اگه 10000 تا نود داشته باشیم، مثلا چه بدونم 30 تا، هر چقدر هستی که داره، تعداد لاگ ان باید این فینگر تیبل رکورد داشته باشه. حالا هر رکوردش چجوری محاسبه میشه؟ هر رکوردش با این معادله حساب میشه. ان که میشه خب اون نودی که الان هست، مثلا ان 8 ما اناش رو حذف کنیم، فقط فرض کنید 8 به اضافه 2 به توان کا، که خب باز توضیح دادم اینو که توی کانستنت هشین چرا 2ه چرا 4 نیست. 2 به توان کا تعداد، ببخشید، رکوردی که قراره توی فینگر تیبل بخوره. مثلا فینگر تیبل رکورد اولش، رکورد دومش، رکورد سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم. این فینگر تیبل با یه تایمینگی، یه چیزی، یه فانکشنی وجود داره به اسم فیکس فینگرز، حالا این پایین هم توضیح داده احتمالا. این فانکشن هر چند ثانیه یک بار رام میشه و هر بار فقط یکی از رکوردهای فینگر تیبل رو آپدیت میکنه. اینجا این کا اون شماره یه رکورد اون فینگر تیبله که از یک شروع میشه. پس اینجا n به اضافه 2 به توان کا منو 1 میشه 2 به توان 0، درسته؟ 2 به توان 0 میشه 1، n به اضافه 1.
یعنی 8 به اضافه 1 میشه 9. حالا این به چه درش میخواد؟ این باید ساکسسور 9 رو پیدا کنه. ساکسسور 9 توی این شبکه که وجود داره نود بعدی یعنی N14. اینجا هم میبینید اگه N8 به اضافه 1 ساکسسورش میشه N14، 8 به اضافه 2 میشه 10، اینجا داره ساکسسورش دوباره میشه N14، 8 به اضافه 4 میشه 12، ساکسسورش دوباره میشه N14، به اضافه 8 میشه 21، 8 به اضافه 8 میشه 16، ساکسسور 16 میشه N21. یه مقدار زوم کنم شاید بهتر باشه. و همینطور ادامه پیدا میکنه تا اگه تعداد رکورد ها لاگ N باشه، این حداقل نود وسط روبروی خودش رو میبینه، یعنی مثلا N14 باشه N48 اینجا میتونه توی فینگر تیبلش داشته، نیازی هم نیست تمام نودها رو که این وسط هم داشت، مثلا اینجا N38 رو توی این لیست نداره، مهم هم نیست، این بر اساس اون الگوریتمی که داره، بر اساس اون مدلی که داره حساب میکنه، میگه که آقا نیازی نیست تمام نودها رو بشناسی، همون تعداد لاگ N بشناسی با لاگ N میرسی به مقصد. حالا بعد از اینکه این فینگر تیبل آپدیت شد، تو هر نود این اتفاق میفته، مثلا هر چند ثانیه یک بار، هر یک ثانیه فرض کنید، مثلا هر دو ثانیه هر رکورد از این فینگر تیبل آپدیت میشه و یه بار که کامل شد دیگه بستگی به لفت شدن، لفت دادن نودها یا جوین شدن نودها به شبکه داره که این چقدر تغییر کنه. هر نود فرض کنید همین فینگر تیبل رو داره. برای فینگر تیبل وقتی N8 میخواد لوکاپ بزنه به 54 رو پیدا کنه، یعنی میخواد بگه که آقا کلید 54 دست کیه، یعنی همچی چیزی، یا آی پی مثلا هش 54 چیه، خودش که همچه اطلاعاتی رو نداره، برای اینکه فرسنگ ها با N56 فاصله داره، برای از فینگر تیبل خودش استفاده میکنه، میبینه دونه دونه چک میکنه، میبینه که بزرگترین نزدیکترین نودی که به این وجود داره چیه، یعنی از لیستش خارجه، مثلا از 42 آخرین نودش، 54 از 42 بزرگتره، و یه سری شرطای ریاضی ساده، 54 از 42 بزرگتره پس بده به آخرین نودی که داری. N8 ریکوست رو میده به N42 و بهش میگه که ساکسسور 54 رو برام پیدا کن. N42 فینگر تیبل خودش رو داره که باز احتمالا N48 و N51 توشه، N1 هم احتمالا توش باشه. بعد از روی فینگر تیبل خودش نزدیکترین نود رو پیدا میکنه که میشه N51. N51 هم که خب احتمالا ساکسسورش میشه N56. N51 هم از روی فینگر تیبل خودش میاد ساکسسور این کلید رو پیدا میکنه و ریترن میکنه. یعنی با سه تا کانکشن این تونست ولیو این کلید رو پیدا کنه که معمولا آی پی آدرسه برای کانکت شدن مستقیم به اون نود. این بحث فینگر تیبلش. البته یه اکستنشنی هم روی فینگر تیبل اومد، چون اینو فکرم نوشته بودم توضیح بدم، یه اکستنشنی هم اومد روی فینگر تیبل که چجوری این فینگر تیبل رو پر کنیم سریع تر شبکه به استبیلیتی برسه. برای این کار نیاز نیست که یه نودی که جوین میشه هر چند ثانیه یکی از رکوردهای فینگر تیبلش آپدیت کنه، میتونه از ساکسسور جدیدش فینگر تیبل اونو بگیره کپی کنه و با یه تغییرات ریاضی جزئی میتونه فینگر تیبل خودش رو بسازه. اینجوری سریع تر یه نود جوین میشه و خیلی راحت تر میتونه لوکاپو شروع کنه. ولی خب این توی خود کورد نبوده، بعدا اکستنشن اضافه شده بشه. بعد اینجا هم توضیح داده که فینگر تیبل اولین رکورد همیشه ساکسسورشه. چرا؟ چون همیشه پلاس وانه. پلاس وان هم که خب هشه به اضافه یک دیگه، بین این دوتا دیگه هیچ نودی وجود نه، قطعا ساکسسور خود همون نود است. بعد دیگه هر زمان به حضور شما بریم سراغه استابلایز.
این هم که توضیح دادم که ساکسسور لیست چی بوده، که هر کدوم از اینا باید یه ساکسسور یه توضیح دیگه هم بدم در مورد ساکسسور لیست. این مثلا یه مشکلی که به وجود می اومد این بود که شما فرض کن از اینجا از N8 N4 N21 N32 N38 N42 درسته، اگر شما اون آری که گفتم اونجا دو انتخاب کردیم، اگر کم باشه اون عدده، خب توی یه شبکه ممکنه مثلا همزمان N14 و N21 حذف بشن، فیل بشن، نمیدونم یه اتفاقی بیفته که از شبکه خارج بشن. اگه آر دو باشه، یعنی این آری که اینجا توضیح دادم دو باشه، یعنی N8 فقط N14 و N21 رو توی ساکسسور لیست خودش داره، درسته؟ نمیدونه نود بعدیش چیه، یعنی این ساکسسور خودش از دست میده دیگه، نمیتونه تشخیص بده ساکسسورش که. حالا میتونه از روی فینگر تیبل نود 32 رو پیدا کنه و اینو بذاره ساکسسور، ولی این اصولی نیست. چرا؟ چون بعد از نود 21 میتونه نود 23 باشه، درسته؟ و این قبل از این قرار میگه، پس نود 23 رو توی فینگر تیبلش نداره، برای همین اشتباهاً N32 رو نمیتونه بذاره ساکسسورش، پس این فیل میشه، کلا قضیه فیله. برای همین ساکسسور لیست اون عدد R باید یه عدد معقولی باشه که مثلا بالانس باشه دیگه، این شبکه کار نیفته یا انقدر بالا نباشه که کلا اوورهد بیاره و این داستانا. برای این خود توی بحث کورد و اینا معمولا لاگ N همون تعداد رکوردی که توی فینگر تیبل میخوره، همون تعدادم برای ساکسسور لیست در نظر میگیرن. من همینجوری میرم پایین که چیز رو جان انداخته باشم. این نوتیفای همونیه که گفتم، توضیح دادم، استبلایز هم که گفتم، جوین هم که گفتیم، چک پریسسور. این هم یه موضوعی که این توی اون قسمتی که توضیح دادم مشخص میشه. ببین وقتی این نود سی از شبکه فیل میشه، از شبکه خارج میشه، بوت استرپ نود یه فانکشنی داره که هر چند ثانیه را میشه، هر یک ثانیه دو ثانیه، که این پردیسسور خودش رو پینگ میکنه. نه بوت استرپ نود، همه نودها اینو دارن، پردیسسور خودشون رو پینگ میکنن هر چند ثانیه که ببینه آیا سالمه، زنده از فیل نشده. اگه فیل شده باشه، اگه فیل شده باشه، این نود میاد پردیسسور خودش رو نال میکنه. چرا نال میکنه؟ ما ببین توی همون نود اولی که جوین شد به شبکه N15، اومد به N20 گفتش که آقا من ساکسسورم عوض کردم، N20 شده ساکسسورم. اینم نگاه کردید بین پردیسسورش هست، بین N20 و N10 هست یا نه. اگه بود پردیسسورش آپدیت میکرد، اگه نبود اینو ایگنور میکرد. حالا فرض کنید NC از شبکه خارج شده، بوت استرپ نود اینو نمیدونه، N20 از توی اون ساکسسور لیستش بوت استرپ نود رو پیدا میکنه، نوتیفای بهش میده، میگه که من الان ساکسسور نودم شده بوت استرپ نود. ولی بوت استرپ نود برای اینکه پردیسسورش NC بوده، این ریکوست رو ریجکت میکنه. چرا؟ چون N20 کوچیک‌تر از NCه، بوت استرپ نود اینو قبول نمیکنه. چرا؟ این چجوری این مشکل حل کردن با همون قضیه پینگ؟ بوت استرپ نود همیشه پردیسسور خودش رو پینگ میکنه، N20 همیشه N15 رو پینگ میکنه، N15 همیشه N10، همینجوری به صورت دایره وار خلاف جهت عقربای ساعت این پینگ ادامه داره، که این مشکلی که توضیح دادم به وجود نیاد. از این قضیه ویرچوال نود چی بود؟ این تو بحث کانستنت هشینگ هم یه توضیح دادم در موردش، ولی توی اینجا هم صادقه. بستگی داره که چه اپلیکیشنی از کور استفاده کنه، چون رنج اون هشی که ما استفاده میکنیم توی کور شاوانه، که خودش پیشنهاد داده شاوان استفاده بشه، رنج اون هش ممکنه خیلی زیاد بشه و ممکنه مثلا یه فضای خیلی زیاد اینجا خالی بمونه و تمام بار بیفته روی نود یک یا این نودهایی که اینجا هستن. هر همین اون ویرچوال نود میتونه کمک کنه، یعنی هر نودی به چند تا هش تبدیل میشه،
نه اینکه یه دونه هش داشته باشه، هر نودی میتونه 4 تا 5 تا هش داشته باشه که بالانس بودن شبکه حفظ بشه. البته تو خود کورد این شاید به درد نخوره، ولی اون لیر بالاتر از کورد که قرار دیتا استور کنه توی شبکه، اونجا شاید این قضیه به درد بخوره، چون خود کورد قرار نیست که مثلا ما دیتا ذخیره کنیم با کورد توی شبکه. ما با کورد فقط داریم مسیریابی رو انجام میدیم. اون بحث استوریجش بحث جداییه که اصلا یه لیر دیگه حساب میشه. برای فکر کنم همه توضیح دادم تقریبا. اگه چیزی یادم نرفته باشه، اگه چیزی یادم رفت توی زیر همین دیسکریپشن همین ویدیو می نویسم، شاید توی ویدیو بعدی توضیح بدم، مثلا زیادم مهم نباشه. برای بحث استوریجش یه سری پروتکل های دیگه هست که خب توی قالب کورد چجوری از کورد استفاده کردن که بتونن دیتا رو استور کنن توی شبکه و دیتا رو ریتریف کنن. این به این سادگی هم نیست که مثلا ما من یه چیزی نوشته بودم، همیز بینم فکر کنم جا باز دارمش. من یه چیزی به اسم DSTOR نوشته بودم، خیلی ساده است، خیلی ساده است در حدی که میتونی بندازیش آشغالی. یه کور رو اینجا با گولنگ نوشتم و بعد اومدم یه لیر استوریج بیارم روش. خب دیدم واقعا به این سادگی هم نیست، هر چیزی که واردش میشی تو شبکه دیستریبیوتر همه چیز پیچیده تر از اون چیزی که فکر می‌کنی میشه. حالا فرض کن یه چیز خیلی ساده است، یه استور داریم، یه گت داریم. استور میاد اون کلیدی که قرار استور بشه رو هش میکنه با همون هش فانکشنی که نوت ها ازش استفاده میکنن، کورد ازش استفاده میکنه، اینو هش میکنه، بعد این هش رو میده به همون رینگ خودش یا ساکسسور خودش، یا ساکسسورش پیدا میکنه یا از طریق اون فینگر تیبله میاد نزدیک ترین ساکسسور رو بهش پیدا میکنه. فرض کنیم این 5 و 4 همین کلید است، هش کیه. این میاد فاین ساکسسور میکنه، هش کیو لوکاپ میکنه 5 و 4 رو و در نهایت به N 56 میرسه. این برمیگرده به این، این میشه N 56. بعد من به N 56 وصل میشم، از اینجا به این وصل میشم مستقیم و میگم که اینو استور کن برای من و این توی N 56 استور میشه. بعد از این هر کسی مثل N 21, N 32, N 38 هر کسی بخواد اینو ولیوشو بگیره، یعنی لوکاپ کنه، من استور کردم، حالا لوکاپ بخواد بکنه اینو، به N 56 میرسه و N 56 ولیو رو داره و اونو بهش برمیگردونه. ولی مشکل اصلی و بزرگترین مشکل این قضیه اینه که این نوت ها استیبل نیستن، هر لحظه ممکن فیل بشه، دیتا از بین میره، هر لحظه ممکنه یه نوت جدید جوین بشه و اون اطلاعاتو نداره. برای همین پروتکل دیگه ای وجود داره برای استوریج، به این سادگی که این چیزی که اینجا نوشتم نیست. پروتکل های دیگه ای وجود داره مثل دی هش و اوپن دی اچ دی. البته اوپن دی اچ دی روی کورد پیاده سازی نشه، روی کادملی هایی که اونم یه نسخه پروتکلی برای دی اچ دی ذره اکستندش کردن با ترکیبی از کورد و سر چیزهای دیگه که بعد آی تو پی اومد. مثلا این چیز بحث جالبیه که نظره کادملیا رو اکستند کرد، یه سری مشکلات کادملیا رو حل کرد. Invisible Internet Project چیز جالبیه کلا. بگذاریم از نام یه بخشی کدم نشون بدم که حدودا بتونید ببینید یا اصلا میتونم ران میکنم جا. من یه چیزی نوشتم، میخوام یه bootstrap node را بندازم. اول این فرض کنید bootstrap node منه، درسته روی این پورت و IP لیسن میکنه و اینم همون استابلایزر. بعد من دارم پرینت میکنم current node رو با هشش و successor و predecessorش و البته successor listش. اوکی
حالا میام یه نود جدید را میندازم. این نودای جدیدی که را میندازم بوتستراپ نودشون همین اولیه میشه. حالا اینو تو کد تعریف کردم فعلا. من یه نود جدید را میندازم میشه 10.0.0. هش این خوب قطعا فرق میکنه. به محض اینکه این نوتیفای اپلاینگ این نوتیفای میکنه و ریموت خودش این هش این نوده و از بوتستراپ نودش که این باشه این هش رو بهش میده میگه که آقا به من یه ساکسسور بده و اون آی پی خودش رو برمی آی دی خودش رو برمیگرده و اینکه نود دیگه ای وجود نداره و اون این نود میاد ساکسسورش آپدیت میکنه بعد اون هم همین کار میکنه اون اینو نوتیفای میکنه اینو نوتیفای میکنه بالاخره به یه اشتراکی میرسن. الان اینجا رو ببینید به این کارنت نود 5.3 ساکسسورش اینه پریدیسسورش هم اینه ساکسسور لیستش هم 4 درسته نود رو برویش منطقیه برای این پاینیر هم ببینید همینجوریه. حالا یه نود دیگه میخوام را بندازم کجا بودیم اوکی آی پی رو عوض میکنم که آی دی یا هش آی دی عوض بشه اوکی این ساکسسور جدید بده که از 4 رو گرفت این سری از بوتستراپ یعنی 4.0 رو گرفت. من این الان میرم توی اسکچ میکشم. اگه تا اینجا براتون کافی بوده که خب اوکی میتونید دارو ببندید. اگه نه میخواید ببینید دقیقا چجوری اتفاق میفته چند دقیقه 10 دقیقه دیگه با من همراه باشید. دوباره میرم سراغ همین یه نود دیگه هم راه میندازم که قشنگ توضیح بدم که چه اتفاق میفته اینجا. من این اسکچ رو باز میکنم یه دونه جدید درست کنم بشه اینو سیوش کرد. خوبه خب به این نودی که ما داریم به همه چه دایره شد این بود بوتستراپ نود و اینجا در نظر بگیرید ما الان 1, 2, 3, 4 تا نود داریم. ببینید بوتستراپ نود 5.3 بعد این 4.0 این 3F این BD و BD اولوش اینجا ها میشه از 0 تا F ها که حساب کنیم. حالا بوتستراپ نود مهم نیست اصلا 2, 3, 5 تا شد 2, 3, 4, 5 یه دارم راه نیست نداره یه دارم زیاد میکنم هر کوچیکش میکنم که نمیشه دیده بشه. اوکی این ساکسسورش پیدا کرد 3F اوکی اصلا اینجا بینم 5-3 مشکل بنویسیم اینا رو که بدونیم چی به چی مرتبش میکنیم 5-3-2-4-0-5-5 این 5-3 اینجا باشه 4-3-5-5 یه دارم 3 داشتیم بکنم بسه بسنیم اینجا BD این چیه این 3FD هفته درسته اینه که نوشتیم BDDF BDDF اینجا کام آخریشه این بزرگتر است اوکی این الان همه این نودایی که ما اینجا داریم. حالا دونه دونه میریم جلو از بوتستراپ از 5.3.2 شروع میکنیم که میشه اینجا درسته این بوتستراپ نودمونه. از 5.3.2 شروع میکنیم ساکسسورش BDDF اوکی این بحث فینگر تیبل و استابلایزره که اینا رو داره پر میکنه.
ساکسسور این BDDF درسته؟ بله اینجاست. پردیسسورش میشه 4055، پردیسسورش میشه 4055، پس این درسته. حالا ساکسسور لیست هم بهش میرسیم، اینا رو هم یه چک بکنیم. 4055 ساکسسورش 5C و پردیسسورش 3F. 4055 ساکسسورش 5C، پردیسسورش 3F. برای اینا هم قطعا درسته. BD ساکسسورش E9، BD ساکسسورش E9، پردیسسورش 5C. و برای E9 هم که احتمال 3F و E9 کجاست؟ اینجاست. 3F و BD پردیسسورش، 3F هم ساکسسورش. اوکی. حالا ساکسسور لیست اینجا 1 2 3، هر نودی سه تا نود بعدی خودش رو توی ساکسسور لیستش داره. یعنی 405 باید 5C BD و E9 داشته باشه. 405 5C BD و E9 داره. برای بقیه هم همین اتفاق میفته. یعنی ساکسسور لیستشون آپدیت میشه. میتونم چیزم فینگر تیبل هم بیارم نشون بدم. توی وبهاوس حتی ماست من نیستم فینگر تیبل رو. احتمالا پابلیک، تو هم پابلیک باشه. اوکی این هست. یه دیباگر میخواد، یه چیز میخواد، ببینیم چی میشه دیگه. این هم رو حسابش میکنه، آی پی رو نمیخواد. اوکی یه بار اینا رو قطع میکنم. ببین وقتی من نودی رو قطع میکنم، ببینید اینجا این پردیسسورش بوده، این یه بار فیل شد بعد سریع آپدیت شد. ببین قبل از این ساکسسورش 3 بوده، پردیسسورش ببخشید این ساکسسورش 3F بوده که همینه که فیل شد. به محض اینکه فیل شد ساکسسورش عوض شد، شد 4-0 و همینطور پردیسسور این هم عوض شد، شد این و همین اتفاق برای کل شبکه میافته. من میخوام اینا رو قطع کنم همه رو. اوکی یه بار دیگه. این بود اسرم نادمون، بذارید همونجوری که آن شده بودن ران بشن. نود 4، نود 3 با همون 8، چون با آی پی و پورت 8 رو تولید میکنیم برای همین 8 همون حالت قبلی یکسان. این فینگر تیبل رو پرینت کردم ببینید که چجوری داستانش. می هر چیز زمان میگذره این تعداد رکورداش بیشتر میشه. خب من حالا فینگر تیبل رو من همون بستگی به سایز 8 تیبلتون داره، ببخشید سایز هشتون داره که چقدره. برای من شاوان داشتم استفاده میکنم 20 بایتیه. بعد بر اساس اون 20 بایتی میاد تعداد رکورد های فینگر تیبل رو مشخص میکنه. 160 بیت میشه، 160 بیت فکر میکنم 160 تا رکورد بشه. و ببینیم چه اتفاق میفته. تا اینجا E9 البته خب چون تعداد نودامون کمه معمولا نباید زیاد بشه، ولی به اون رکوردهای آخرش که میرسن احتمالا تغییرات زیاده، برای اینکه اونجا دیگه 2 به توان مثلا 160 خب فاصلش با 2 به توان 159 خیلی زیاده. ولی خب باید منتظر بمونیم. البته میتونم تعدادش کمتر کنم ببینیم چه اتفاق میفته. ها موافقید؟ امیدوارم که موافق باشید. ببین من ام سایز اینجا گذاشتم 20 بایت ضرب در 8،
خیلی میکنم، البته خب فایده نداره دیگه، اگه کمش کنم اون آخری ها رو دیگه نمیتونیم ببینیم، بذارید بره دیگه، زیاد نمونده. 114 چقدر شد؟ نمیدونم. خب داره نزدیک میشه. 124، 129، 134. اون آخرش دیگه تغییرات این نوتا باید زیاد باشه، تغییرات این رکورد ها. اما کلیدی که توی این فینگر تیبل تولید میشه من پرینت میکردم که بعد ساکسسور اون کلیده رو اینجا نشون بده. آسینک خیلی هم تغییر زیادی نکرد. اینجا تغییر کرد، میبینید آخرین رکورد این فینگر تیبل 3F و آخرین رکورد این 154 تقریبا رکورد آخرش BD مثلا. میبینید این اواخرش تغییرات زیاد بوده و این اتفاق برای این دوتای دیگه هم میافته. خیلی خب، این هم بحث شیرین کور که بعد مرحله بعدش میشه استور کردن دیتا توی یه شبکه‌ای که کورد رو پیاده سازی کرده. امیدوارم که مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید و فکر میکنید که خب نحوه بیانم خوب نیست و اینا باید یه سری چیزا رو اصلا توضیح ندم یا توضیح بدم، حتما توی کامنت ها بنویسید که من بدونم چجوری بتونم بهترش کنم این قضیه رو. مرسی، موفق باشید، خداحافظ.